ربنا إنا تبنا فاعف عنا وارحم ربنا واغفر لنا وارأف بنا نسلم أنت الخالق المعتمد أنت الوحيد والأحد أنت البارئ والصمد يا مقصدي ومسددي كلما قلنا تبنا دوما عدنا للذنب ربنا تب علينا يا قابل للتاب واعطينا قلبا خاشعا وارزقنا علما نافعا واهدينا نورا ساطعا يا سيدي بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه. موضوع این درس عبارت است از احکام اخلاقی مربوط به دروغ و راستگویی که باز یکی از مسائل و مطالب بسیار مهم در قلمرو اخلاق اجتماعی است و همچنانی که می‌دانیم در دین اسلام یکی از گناهان کبیره است و یکی از آفات بسیار خطرناک برای زبان انسان هست. در ارتباط با دروغ از جهت کبیره بودن مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 2 صفحه 13 تصریح میکند که حتی در جایی که بر دروغ مفسده هم مترتب نشود مشکل پیش نیاد مثل قتل و خونریزی و امثال اینها باز بر اساس برخی مبانی دروغ از گناهان کبیره است. خوشبختانه دروغ گرچن از مسائل اخلاقی است ولی فقهای عظام از زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه تا به امروز نوعا راجع به دروغ بحثهای مفصل داشتند. با همون متد فقهی هم به ماهیت دروغ پرداختند، هم موارد استثناء را بیان کرده اند و هم به تمام ابعاد مسئله تا حدودی وارد شده اند و بحث را توضیح داده اند. در هر صورت راجع به اصل حرمت دروغ ظاهرا هیچ بحثی نیست و در همین راستاست که باز مرحوم شیخ به صراحت در مکاسب می‌فرماید الکذب حرام بضرورت العقول والادیان. دروغ گفتن حرام هست و این مسئله از ضروریات عقل انسان و از ضروریات ادیان الهی است، یعنی اعم از اسلام و مسیحیت و یهودیت. بعد ایشون میفرماید و یدل علیه الادله الاربعه، در جلد 2 صفحه 11 مکاسب تصریح میکند که ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل بر حرمت دروغ دلالت دارد. بنابراین فی الجمله کبیره بودن دروغ و اصل حرمت دروغ هیچ گونه جای بحثی ندارد و از این جهت از مسلمات هست. مهم این هست که راجع به دروغ بحث لغوی و اصطلاحی صورت بگیرد و سایر احکام و مسائل مربوط به دروغ با شما بینندگان عزیز تبیین بشود. خود دروغ که مرادف کذب در زبان عربی هست، کذب گاهی کذب بر وزن ویزر تلفظ می شود و گاهی کذب بر وزن کتیف گفته می شود. اگر کذب بر وزن ویزر باشد ظاهراً اونطور که از کتابهای لغت استفاده می شود معنای مصدری و حدسی دارد، یعنی دروغ گفتن. اما اگر مراد کذیب باشد اینجا معنای اسم مصدری دارد، کذیب یعنی خود دروغ و نه دروغ گفتن که معنای حدسی باشد. البته از برخی کتابهای لغت مثل صحاح و قاموس اقرب الموارد استفاده می شود که کذب و کذیب یعنی هر دو وزن مصدر هست
منتها در قرآن کریم گاهی میبینیم که کذیب اسم مصدر استفاده شده است. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 50 و یا سوره مبارکه مائده آیه 103 وقت قرآن کریم میفرماید یفترون علی الله الکذب، کذب اینجا مفعول به برای یفترون هست و اسم مفعول هست و در نتیجه معنای مصدری ندارد بلکه معنای اسم مصدری دارد. در هر صورت اگر بینندگان عزیز خواستن راجع به اشتقاقات این کلمه و معنای لغوی اون تحقیق بیشتر بکنن، در کتاب قاموس قرآن جلد 7 تألیف آقای علی اکبر قرشی بحث های نسبتا خوبی باروی کرده قرآنی راجع به واژه کذب صورت گرفته است. جمع بندی که ما میکنیم این هست که خود کذب معنای مصدری دارد اما کذب معنای اسم مصدری دارد. البته تکذیب معنایش روشن هست، اینکه دیگری را متهم بکنیم به دروغ گفتن، مثلا نسبت دروغگویی به دیگران دادن. و وقتی کذاب گفته می شود که در قرآن هم موارد داریم، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، کذاب صیغه مبالغه هست. صیغه مبالغه یعنی کسی که خیلی زیاد دروغ می گوید و بسیار دروغگو هست. در موارد دیگر در قرآن کریم در سوره واقعه و اینجاها داریم لیس لوقعتها کاذبه، کاذبه که بر وزن فاعله هست بازم خودش مصدر هست. در هر صورت این تمام بحث راجع به معنای لغوی کذب. نکته مهم این هست که از جهت اصطلاحی و اصطلاح فقها و اون معنایی که برای کذب در علم اخلاق و در فقه و در قرآن مد نظر هست برای ما معلوم و تبیین بشود. وقتی گفته می شود دروغ حرام هست، کذب حرام هست و در مقابل ضد اون یعنی صدق و راستی خوب هست و از فضایل و مکارم اخلاق هست، مراد از کذب و دروغ چی هست؟ چه زمان کلام ما متصفی به دروغ و به وصف کذب می شود؟ حقیقتش این هست که خود کذب در اصل لغت همان عدم مطابقت هست. منتها این عدم مطابقت دو تا معیار میتواند داشته باشد. وقتی ما میگوییم مثلا سخن الف مطابق واقع نیست، یعنی واقعا مطابق واقع نیست، یا نه اینکه مطابق واقع نیست به اعتقاد خود گوینده مطابق واقع نیست. این دو تا معیار بسیار مهم هست. گاه ممکن است کسی برای ما از مردن کسی خبر بدهد. وقتی از مردن او خبر میدهد و واقعا خودش عقیده پیدا کرده است که فلانی فوت کرده است، اما در واقع فردی مورد نظر فوت نکرده باشد، آیا همچه حالتی دروغ هست یا دروغ نیست؟ یعنی اگر نگاهی به متن واقع داشته باشیم، اون شخص خاص تا هنوز زنده است. اما اگر نگاه به اعتقاد خبر دهنده داشته باشیم، خب خبر او به اعتقاد خود او مطابق واقع هست. با توجه به مجموع شواهد و اوضاع و احوال و قرائن، او به این نتیجه رسیده است که فلانی فوت کرده است مثلا. بنابراین برای اینکه به معنای اصلی صدق و کذب، خصوصا کذب برسیم، توجه به این معیار بسیار مهم هست. درست است که دروغ یعنی کلام و سخن و جمله‌ای که مطابق با واقع نباشد. آیا مطابق با واقع نباشد به اعتقاد خود خبر دهنده و گوینده کلام، یا نه به حسب واقع و نفس الامر نباید مطابق واقع باشد؟ این پرسش اساسی است که در معنای اصطلاحی کیز باید روشن بشود و در ادامه با شما بینندگان عزیز در میان گذاشته خواهد شد. صدق و کذب که موضوع این بحث را تشکیل می‌دهد و گاهی خود فرد را هم می‌گوییم صادق و کاذب، فلان فرد دروغگو هست، فلان فرد راستگو هست مثلا، وصف صدق و کذب در واقع این وصل از صفات خود خبر هست. طرف وقتی به من می‌گوید فلانی فوت کرده است، این خبر هست که یا راز هست یا دروغ.
از اوصاف این خبر هست که این طرف راست گفته است یا دروغ گفته است. منتها مجازن از نظر عرف این صدق و کذب را به خود گوینده هم نسبت می دهند و شخص را هم توصیف می کنیم و وصف می کنیم که این شخص راستگو هست یا دروغگو هست. به عبارت دیگر، اصل نسبت حقیقی و وصف حقیقی مال خود جمله هست، اما بلعرض و از باب مجاز مثلا و از باب نسبت غیر حقیقی صدق و کذب را به خود گوینده هم نسبت می دهیم. گو اینکه از نظر عرفی این تفکیک تا حدود مشکل هست و اهل عرف اصلا این نوع تفکیک را قائل نیستند و احساس هم نمی کنند که صدق و کذب از اوصاف حقیقی خبر هست و نه مخبر. در هر صورت این یک نکته بود که در اثنا باید با بندگان عزیز در میان گذاشته می شود. بنابراین وقتی ما به ارتکاز ما مراجعه بکنیم، فکر میکنیم که خود دروغ معنای روشنی دارد، معنا و مفهوم دروغ روشن هست و حقیقتا هم فی الجمله روشن هست. منتها وقتی وارد بحث ها و محافل علمی بشویم، میبینیم که مباحثات زیاد راجع به معنای واقعی دروغ در میان علما و اهل فن در گرفته است. در هر صورت قدر متیقن از دروغ اصطلاحی اونجایی است که حرف هم برخلاف واقع باشد در حقیقت و هم برخلاف عقیده گوینده باشد. کسی که به من و شما میگوید فلانی فوت کرده است، اگر خودش عقیده دارد که او فوت نکرده، از باب دروغ برای ما این حرف را گفته باشد و در واقع هم او فوت نکرده باشد، اینجا قطعا دروغ مصطلح محقق شده است. اون دروغی که از کبائر هست، اون دروغی که موجب فسق می شود، اون دروغی که از مهمترین آفات زبان هست و از آیات روایات بسیار زیادی مذمت این حالت استفاده می شود. اما اینکه کلامی به اعتقاد گوینده مطابق واقع باشد ولی در واقع مخالف واقع باشد، آیا همچه حرفی دروغ هست یا دروغ نیست، این بحثی است که انشاءالله باید با شما بینندگان عزیز روشن بشود. از مکاسب مرحوم شیخ جلد دو صفحه 18 استفاده می شود که معیار در صدق و کذب مطابقت و عدم مطابقت با تشخیص و اعتقاد گوینده هست. فردی که برای ما و شما خبر می دهد از فوت کسی، اگر در باطن خودش به فوت او معتقد باشد، این آقا راستگو هست، از عدالت خارج نمی شود، هرچند در واقع شخص فوت نکرده باشد. این یک نظر هست و این نظر عرض کنم خدمت با سعادت شما طرفدارانی هم در میان اهل علم و علما و فقها دارد. بنابراین ما کاری به جهان خارج نداریم، اینکه در خارج واقعی که مطرح شده است رخ داده است یا نه. برای ما آنش که مهم هست اعتقاد خود گوینده هست که آیا گوینده در خبر خود جدی هست یا جدی نیست. در هر صورت بنابراین اظهارات برخلاف باور و اظهارات برخلاف عقیده، این می شود دروغ مصطلح بر اساس این نظریه. بنابراین اگر کسی برای ما خبر آورد و ما می دانیم که خبری که به ما داد مطابق واقع نیست، ولی خود خبر دهنده جدی هست، بر اساس باور درونی خود برای ما خبر می دهد، اینجا طرف اشتباه کرده است، نه اینکه دروغ گفته باشد. اما اگر کسی آمد برای ما خبر داد و می دانیم که خودش هم به این خبر خود باور ندارد، این می شود همون دروغ مصطلح که خارج از مقوله اشتباه و خطا هست و به صورت طبیعی شخصی که عمدن این کار را مرتکب بشود از نظر اخلاقی و فقهی فاسق خواهد بود. اللهم اینی اسألك من منك بأقدمی وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كلي. نکته ای که اینجا هست، در سوره مبارکه منافقون
همون آیه اولیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین در ظاهر می آمدند به رسول خدا می گفتند که انك لرسول الله، ما شما را پیغمبر خدا می دانیم و به شما ایمان داریم، ولی خدای سبحان می فرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. با این که رسالت رسول خدا حق هست و در متن واقع او رسول خدا بود، ولی چون گویندگان این جمله و خبر منافقین خودشون بر رسالت باور نداشتن و برخلاف باور خود بر رسول خدا خبر می دادن، این خبر اونها توصیفی به کذب شده است و خبرشون به توصیف به کذب و گوینده خبر هم به عنوان دروغگو معرفی شده است. این آیه شریفه تا حدودی تبیین کننده همین نظر هست که عرض کردم بر اساس این نظر معیار کذب این هست که بر اساس باور و اعتقاد گوینده آیا این خبر راست هست یا دروغ. و این آیه شریفه گو این که میتواند برای این قول دلیل باشد. در هر صورت اگر این نظر را بپذیریم، بنابراین کسانی که برای ما خبر میدهند ممکن است خبرشون نادرست باشد، ممکن است خبرشون ناحق باشد، ولی با توجه به اینکه خودش باور دارد، پس حرف و خبر او حرف و خبر درست خواهد بود و در واقع ما میتوانیم نهایتاً طرف را بگوییم که اشتباه کرده است. این یک نظر هست. نظرهای دیگری هم در این مسئله مطرح هست، ولی به نظر میرسد که میتوان قول و نظر دیگر را راجع به معیار کذب برای شما بینندگان عزیز مطرح کرد. در واقع خود کذب دو تا معیار میتواند داشته باشد. یکی عدم مطابقت خبر با واقع، دیگری مطابقت خبر با اعتقاد متکلم. در واقع اگر خبر مطابق با واقع باشد، مثلا کسی آمد برای ما گفت که فلانی فوت کرده است، خودش به این خبرش باور ندارد ولی ما هم میدانیم که طرف فوت کرده است، اینجا از نظر عرفی و به حکم تبادر نمیتوانیم بگوییم که طرف دروغ گفته است، با اینکه خبرش بر اساس عقیده خودش دروغ هست. یا اینکه در موارد شخص برای ما خبر میدهند، خودش به خبر خودش باور ندارد ولی ما هم نمیدانیم که آیا خبر او مطابق واقع هست یا نه، اینجا بازم میتوانیم به طرف بگوییم که طرف دروغ گفته است. بنابراین برای اینکه دروغ مصطلح صدق بکند، دو تا رکن لازم هست. هم خبر باید مخالف واقع باشد و هم باید مخالف عقیده خود خبردهنده باشد. این دو تا شرط از شرایط ضروری دروغ هست که خبر را که ما میشنویم هم مخالف واقع باشد، البته در صورتی که علم ما داشته باشیم به حالت، و هم این خبر مطابق خلاف عقیده خود گوینده باشد و خود خبردهنده به خبر خودش باور نداشته باشد. اما اگر کسی که برای ما خبر میدهد خودش باور ندارد ولی خبرش مطابق واقع هست، اینجا به حسب ارتکاز عرفی و تبادر دروغ صدق نمی کند. همچنانی که این دو تا شرط را میتوان به حسب ارتکاز عرفی به اثبات رساند. یا مثلا اگر خبر مطابق با واقع نباشد ولی خود شخص برای ما خبر بدهد، بازم اینجا می توانیم که بحث صدق و کذب را مطرح بکنیم. در هر صورت بنابراین اون نظری است که از مرحوم شیخ انصاری برای بینندگان عزیز نقل شد و این هم نظر دوم هست که بر اساس این نظر دو تا معیار را برای کذب مطرح کردیم. یکی این که خبر مطابق با واقع باشد، دومی این که خبر مطابق با اعتقاد خود متکلم باشد. و اگر این دو تا رکن نباشد، اون زمان هست که کذب و دروغ صدق نخواهد کرد.
نکته دیگر که اینجا هست بحث خلف وعد هست. آیا خلف وعد، این وعده های عرفی که ما ها به هم دیگر می دهیم، آیا می تواند در زمره دروغ قرار بگیرد یا نه؟ در این خصوص مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب جلد 2 صفحه 15 ایشون به صراحت میخوان بفرمایند که خلف وعد جزء دروغ نیست. البته ادله خاص خود را دارد و در جای خود باید بحث بشود، اما ادله حرمت دروغ خلف وعد را نمیگیرد. علتش هم روشن هست، برای اینکه خلف وعد از مقوله انشا هست به حسب اصطلاح و ربط به خبر ندارد، در حالی که خبر از یک حادثه‌ای که واقع شده است انسان برای طرف مقابل خبر می‌دهد. منتها برای اینکه این بحث تا حدود روشن بشود، میتوان اینطوری گفت که خود وعد، وعده‌ای که ما برای مردم می‌دهیم، خودش اقسامی دارد. گاهی انسان اراده خود را از انجام دادن کار برای طرف مقابل بیان می‌کند. مثل این که شما به دوست خود می‌فرمایید من تصمیم دارم که قطعاً امشب در منزل شما به زیارت شما بیایم. اگر همچو تصمیم را انسان برای طرف مقابل اعلام بکند، اینجا بدون شک اگر این اراده انسان مطابق واقع باشد، یعنی در باطن خود انسان همچو قصد تصمیمی داشته باشد، این کلام او راست خواهد بود. اما اگر این تصمیم را نداشته باشد، کلام او دروغ خواهد بود. لذا این مورد داخل در خود کذب هست و می توان صدق و کذب را بر همچو وعده اطلاق کرد. همچنان که گاهی ممکن است انسان وعده را راجع به مستقبل و آینده بدهد. شما به دوستتون می فرمایید که من تا یک هفته دیگر در شب جمعه آینده قطعا در منزل شما شما را زیارت خواهم کرد. حالا وقت شما نسبت به هفته آینده وعده می دهید، بازم اگر فعلا جازم و قاطع باشید، یعنی واقعا اراده داشته باشید، خبر شما راست هست، این وعده ای که می دهید راست هست. اما اگر تصمیم نداشته باشید، وعده شما دروغ هست و از واقعیت حکایت نمی کند. لذا این دو مورد با اینکه در وعده مصطلح داخل هست، ولی می توان صدق و کذب را بر اونها حمل کرد و از این جهت عرض کنم خدمت با سعادت شما، نمیتوان به علت انشاء بودن وعده اونها را از ادله حرمت کذب اخراج کرد. اما گاهی وعده واقعا یک نوع التزام هست. انسان در واقع با همون جمله و صحبتی که بر زبان خودش جاری میکند، یک نوع التزام و تعهد را برای خودش درست میکند. مثل اینکه شما به فرزندتون میفرمایید اگر مثلا امروز یک جزء قرآن کریم شما تلاوت بکنید، من برای شما فلان کتاب را میخرم. مثلا من برای شما فلان کتاب را میخرم، که اینجا در واقع با این کلام خود پدر التزام را بر خودش درست میکند. این میشود همون انشای مصطلح یا همون خلف وعد، که این مورد را ما نمیتوانیم در دروغ مصطلح شامل بکنیم، برای اینکه انشا ضد خبر هست و دروغ همچنانی که عرض کردم ناظر به خبر هست و وصف خبر هست. البته یک نکته اینجا هست، اینکه ما گفتیم خلف وعد در این مورد شامل حرمت دروغ نیست، یعنی ادله دروغ آن را نمیگیرد. و البته خلف وعد خودش روایات بسیار زیادی دارد و ظاهر روایات خلف وعد هم حرمت را میرساند. هرچند عظیم علما و مراجع ما، چی خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و چی کسانی بعد از ایشان، معتقد هستند که خلف وعد حرمت ندارد. در هر صورت این که خلف وعد حرمت ندارد، ما قائلین به حرمت هم در میان فقها داریم. یقینا از جهت اخلاقی احتیاط بسیار خوب هست و خیلی خوب هست که انسان اگر وعده‌ای به دیگران می‌دهد، به وعده خود وفادار باشد. نکته دیگر این که در بعضی موارد خود صدق و کذب وصف خبر هست. مثلا در اون وعده استقبالی که شما به مهمانت و به دوستت وعده دادی که
هفته بعد در شب جمعه در منزل او خواهی رفت، این که آیا در آینده شما خواهید رفت یا نه، اون فعل از شما سرز خواهد زد یا نه، فعل شما ربطی به صدق و کذب مصطلح ندارد. صدق و کذب همیشه از اوصاف خبر هستند، از اوصاف خود عرض کنم لفظ و کلام و قول هست و از اوصاف فعل آدمی نیست. لذا هست که با توجه به اینکه خلف وعد را سه صورت کردم، عرض کردم اون دو تا صورت اول در مقوله صدق و کذب می گنجد و ادله کذب و اطلاقات ادله کذب اون را می گیرد، اما نسبت به این سومی تخصصا از موضوع کذب خارج هست. این یک نکته هست که راجع به دروغ مصطلح جای بیان داشت. نکته دیگر راجع به مبالغه هست. آیا مبالغه هایی که صورت میگیرد دروغ هست یا نه؟ باز جواب منفی هست. مبالغه دروغ نیست و دلیلش هم بازم همون تبادر عرفی است که بر حسب تبادر ارتکازات عرفی ما مبالغه غیر از دروغ و قسیم دروغ هست. در هر صورت تا اینجا با معنای اصطلاحی دروغ و حدود آن و اقسام آن و مرزبندی دروغ آشنا شدیم. اما محور بعدی دروغ از منظر آیات روایات هست که در این جهت واقعیتش این هست که آیات روایات بسیار زیاد هست و در این سلسله دروس اون هم در یک درس امکان گنجاندن و بیان کردنش نیست. من فهرستوار محضر شما اشاره بکنم که در معجم المحاسین و المساوئ جلد 11 صفحه 289 به بعد 7 آیه و 173 روایت راجع به راست گفتن و جایگاه و ابعاد آن در این کتاب از معصومین علیهم السلام نقل شده است. همچنانی که در همین کتاب در جلد 16 صفحه 327 به بعد 15 آیه و 192 روایت راجع به دروغ، راجع به تعریف دروغ، اقسام دروغ، مصادیق دروغ، آثار فردی و اجتماعی دروغ، آثار دنیوی و اخروی دروغ روایات بسیار زیادی نقل شده است که انصافا جا دارد انسان این روایات را مرور بکند. همچنان که در همین جلد 16 صفحه 134 روایات زیاد راجع به اصلاح بین مردم توسط دروغ نقل شده است که در ادامه به اجمال اون محضر شما بینندگان عزیز اشاره خواهد شد. در کل اینها بخش از آیات روایات راجع به صدق و کذب هست و البته همچنان که عرض کردم این آیات روایات بسیار زیاد هست. تبرکن یک روایت را محضر شما بینندگان عزیز بخوانم که از نظر سند هم موثقه هست که معصوم علیه السلام فرماید ان الله تعالی جعل للشر اقفالا، خدای سبحان برای بدی ها قفله های را قرار داده است و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، کلید رسیدن به اون بدبختی ها و باز کردن قفله های بدبختی شراب هست. و بعد در ادامه حضرت می فرماید و الکذب شر من الشراب، دروغ گفتن از شراب هم بدتر هست، که این نهایت مذمت دروغ را در این روایت شریف می رساند. در هر صورت راجع به دروغ روایات همچنانی که عرض کردم بسیار زیاد هست و باز در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود لا یجد الرجل طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده، که حضرت امیر علیه السلام فرماید هیچ مردی طعم ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ را ترک بکند. فرق نمی کند دروغ در قالب جدی باشد یا در قالب شوخی. لذا راجع به محور آیات روایات نمیتوان بیشتر از این وارد بحث شد، فرصت هم برای من اجازه نمیدهد و در ادامه بحث ممکن است بعض آیات روایاتی که مرتبط به کذب باشد به مناسبت ابعاد دیگر کذب با شما بینندگان عزیز در میان گذاشته بشود. محور دیگر علل و عوامل دروغ گویی است. چرا انسان به سمت دروغ گفتن می رود؟ که خودش گاهی مثلا انسان در مقام دفاع از خود چون مورد هجمه قرار گرفته است می خواد از خودش دفاع بکند،
گاهی مقام دفاع اقتضای دروغ را دارد و انسان را وادار به دروغ میکند. علت دیگر سرپوش گذاشتن بر عدم اعتماد به نفس هست. در موارد انسان چون اعتماد به نفس ندارد، خود به خود وادار به دروغ گفتن می شود. گاهی هم همرنگی با جماعت این اقتضا را دارد. در یک مجلس نشسته است، اکثریت مجلس سخن را می گویند، صحبت را می کنند، شهادت دروغ را می دهند، تحلیل اشتباه را می کنند. این شخص هم به خاطر همرنگی با جماعت این کار را می کند. در مواردی انسان می بیند که دوست عزیزش به خاطر راست گفتن از او می رنجد و به خاطر حفظ رابطه دوستی با طرف نرنجاندن دوست خودش دروغ می گوید. مثلا در بعضی موارد گاهی ممکن است بیماری های قلبی و روانی مثل کینه، مثل حسد و در کل بغض نفرت موجب دروغ بشود، که این خودش موارد هم دارد. از جمله در جریان برادران یوسف هست که به خاطر حسادت بر برادر خودشان دروغ های مکرر گفتن. از جمله از پدر خود خواستن که حضرت یوسف را به بیرون شهر به خاطر تفریح ببرند و وعده دادن که ما نگهبان او هستیم، در حالی که در تمام این مراحل با پدر خود دروغ می گفتن. گاهی هم ممکن است انسان به خاطر که کسی خاص را خوشحال بکند دروغ بگوید. گاهی انسان به خاطر رعایت مصلحت، مثلا رعایت حال و دلسوزی، مثلا از فرزندش، از خانوادهش دروغ ممکن است بگوید. در موارد برای اینکه انسان روند فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و روند مثلا افکار عمومی را به دلخواه خود بچرخاند، منفعت خود را تأمین بکند و ضرر را از خودش دور بکند، گاهی دروغ میگوید، که بسیاری از سیاستمداران احیانا این کار را میکنند. در موارد هم ممکن است انسان به خاطر حفظ موقعیت اجتماعی و رابطه دوستی خودش، این که مثلا برای کسی قول داده است یا برای مردم شهر قول داده است، استاندار هست، والی هست، وزیر هست، مقام و موقعیت داشته است، بالاخره وعده های را برای مردم داده است، ولی نتوانست است به خاطر سوء مدیریت یا هر علت دیگر به وعده خود عمل بکند، اینجا ممکن است دست به دروغ بزند. اینها عوامل دروغ است و البته عوامل بسیار زیادی دیگری میتوان برای دروغ گفتن شمارش کرد. اللهم اني اسالك من اياتك باكرمها وكل اياتك كريما. اللهم اني اسالك باياتك كلها. اما اینکه دروغ چی پیامدها و آثار را برای انسان دارد، واقعیتش این هست که دروغ با توجه به همون تأکیداتی که در قرآن و سنت بر ترک آن شده است، از همین جا میتوان به اسرار و آثار آن به راحتی پی برد و اجمالا معتقد شد. منتها اون مقداری که این فرصت اجازه میدهد و انسان با تحلیل عقلی خود به اون میرسد، میتوان یک سلسله آثار را برای دروغ البته مطرح کرد، آثار دنیوی فردی و اجتماعی و آثار اخروی خودش، عذاب خداوند و محرومیت از بسیاری از کمالات، اون هم که در جای خودش باشد. مهمترین اثر دروغ، دروغ سبب رسوایی انسان و به آبروی انسان می شود و اعتماد مردم از انسان سلب خواهد شد و در نتیجه موقعیت و پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی خود را یک نفر انسان از دست خواهد داد. نکته دیگر این که گاهی یک دروغ انسان را وادار به دروغ گفتنهای بسیار زیادی خواهد کرد. انسان گاهی یک مورد را دروغ میگوید، ولی برای اینکه دروغش مخفی بماند و آبرویش از بین نرود، در ادامه مجبور خواهد شد که دست به کارهای خطرناک و دروغهای مکرر دیگری بزند. و یکی دیگر از آثار دروغ که از روایات آیات هم استفاده می شود و قابل تعقل و تحلیل هم هست، این است که دروغ به تدریج
ممکن است انسان را در زمره منافقان قرار بدهد و در واقع خود شاخه از شاخه های نفاق هست. در آیه 77 سوره مبارکه توبه قرآن کریم می فرماید فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، که از این آیه شریف استفاده می شود که یک نوع رابطه تنگاتنگی میان دروغ و نفاق وجود دارد. در واقع همون عدم تطابق مؤلفه اصلی دروغ و نفاق را تشکیل می دهد. هم منافق دروغ است و هم شخص دروغگو ظاهر و باطنش تفاوت دارند و یکسان نخواهد بود. البته این که عرض کردم به تدریج انسان را در زمره منافقین قرار می دهد، چرا که حالت نفاق که ضد ایمان هست از یک نوع ثبات و استواری برخوردار هست. حالا دروغ در مرحله اول به حسب تصادف در یک مورد این آثار را ندارد، ولی اگر دروغ تکرار بشود و به صورت پیوسته جزء عادت انسان قرار بگیرد، ناخودآگاه حالت روحی و روانی انسان مثل حالت منافقین قرار خواهد گرفت که اعاذنا الله از بدترین حالات انسان و در بدترین جاهای جهنم برای منافقین به تصریح قرآن کریم وعده عذاب داده شده است. در هر صورت اینها آثار و پیامدهای دروغ بود که اجمالاً برای بینندگان عزیز بیان شد. در مباحث فقهی و در روایات ما و شما یک سلسله دروغهای غیر حرام هم داریم. دروغهای غیر حرام ما به حسب مورد گاهی جایز هست، گاهی ممکن است مستحب باشد و در برخی موارد دروغ هم ممکن است واجب هم باشد. در هر صورت اینها مواردی است که به مصلحت اجتماع، به امنیت اجتماع و به مسئولیت خانواده و افراد اجتماعی برمیگردد. سخن گفتن خلاف واقع با این مصلحت ها از باب تزاحم اجازه داده شده است. مثلا اینکه انسان در حالت اضطرار باشد به خاطر حفظ جان مؤمن دیگر، به خاطر حفظ آبروی مؤمن محترم دیگر و به خاطر حفظ مال او مجبور به دروغ گفتن بشود، که برای نجات نفس مؤمن دروغ گفتن واجب هم خواهد بود. یک دیگر از موارد جواز دروغ در حال جنگ و رویارویی و در صحنه جنگ هست که به صورت طبیعی انسان اگر راست بگوید شکست های پی در پی و در نتیجه دشمنان بر اونها مسلط خواهد شد. لذا در حالت جنگ دروغ گفتن جایز هست و در غیر حالت جنگ با هیچ فردی و با هیچ انسان حق دروغ گفتن ندارد. یک دیگر از مواردی که در روایات ما و شما سبب جواز دروغ می شود ایجاد مصالحه در میان مردم هست. اگر در موارد با دروغ گفتن می توان دو طایفه و دو فرد را آشتی داد و اونها را به هم نزدیک کرد، مثلا به طرف اول بگوییم که طرف دوم شما را دوست دارد و از کار خود پشیمان هست و امثال این روش ها، باز دروغ گفتن اشکالی ندارد. و در روایت معروف داریم که المصلح لیس بکذاب، کسی که در مقام صلح هست و می خواهد آشتی ایجاد بکند همچو فردی دروغگو نیست. و موارد دیگر هم هست. یک دیگر از مواردی که در روایات ما و شما مطرح شده است احیانا برای جلب محبت و رضایت همسر هست. اینجا یک دسته روایاتی داریم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 2 صفحه 32 بر اساس این روایات فتوا نمی دهد، یعنی دروغ گفتن را ایشون در این مورد تجویز نمی کند و قطعا هم مقتضای احتیاط هم همین هست. و قاعدتا این روایات را اگر بخواهیم شرح هم بکنیم و اگر کسانی فتوا هم بدهند، باز در واقع برگشتی به همون صلح و آشتی و حفظ خانواده هست. و الا اگر دروغ گفتن به صورت عادت باشد و خدای نکرده پیوسته و مستمر هر کس با زیر دستانش دروغ بگوید، بدون شک از قبایح اخلاقی و کار زشت و نادرستی خواهد بود. در هر صورت در این مواردی که عرض کردم دروغ گفتن تجویز شده است، ولی با همه اینها برخی فقها این نکته را آورده اند که مثلا در مورد اول که بحث اضطرار باشد، یعنی به خاطر نجات حفظ نفس جان و مال مؤمن
اگر کسی میخوان دروغ هم بگوین، بحث توریه رو مطرح کردن و فرمودن توریه شرط هست. توریه در اصل لغت به معنای پنهان کردن هست، پوشانیدن هست، منتها در اصطلاح فقها مراد این هست که اگر ما لفظی داشته باشیم که دو تا معنا داشته باشد، یکی ظاهر و دیگری خلاف ظاهر، و در واقع یک معنای نزدیک و دیگری معنای دور، گوینده سخن با توجه به این که مجبور به سخن گفتن هست کاری بکند که مخاطب مقصود اصلی او را نفهمد. مخاطب شما معنای نزدیک را میفهمد، ولی شما در مقام سخن گفتن معنای دور را قصد میکنید. این میشود همون توریه مصطلح که بر اساس فرمایش برخی فقها اگر برای کسی توریه ممکن باشد، قبل از دروغ گفتن باید توریه را رعایت بکند و توریه واجب هست و توریه خودش تخصصا از دروغ خارج هست. در هر صورت توریه را گرچن مطرح کرده اند فقها و در روایات ما و شما هم آمده است که اگر کسی در تنگنا قرار گرفت باید توریه را استفاده بکند، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه توریه را واجب نمی داند. تعریف توریه را ایشون هم اینطوری می فرمایند که ان یرید بلفظ معنا مطابقا للواقع و قصد من القائه ان یفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب او المخاطب الخاص، که در جلد دو صفحه 17 ایشون توریه را تعریف میکند. در هر صورت در جایی که معنای دور و نزدیک در میان باشد، قریب و بعید در میان باشد و انسان در مقام تلفظ معنای بعید را قصد بکند و مخاطب معنای نزدیک را، این میشود همون توریه مصطلح. و در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در بعض جنگ ها برای این که اسرار جنگ فاش نشود و حضرت وقتی آهنگ سفر را می کرد برای این که دشمن نفهمد و اسرار به دشمنان منتقل نشود که مقصد کجاست، از توریه استفاده می کردن. اما اگر در موارد توریه موجب اغرای به جهل بشود و مفسده خاصی بر اون مترتب بشود، اون بحث دیگر است. از جهت دیگر توریه حرام خواهد بود و در جلد دوی مکاسب صفحه 18 مرحوم شیخ هم به این نکته تصریح کرده اند. یکی از موارد توریه که باز در مکاسب شیخ هم ایشون این روایت را از مبسوط نقل میکنن که دو نفر از صحابه با هم در سفر بودن، به صورت اتفاق در اثناء راه یکی از صحابیان گرفتار دشمن خود شدند. دشمنش هم او را شناخت و خواست به قتل برساند. این صحابی دوم منکر شد، گفت ایشون فلانی نیست و قسم خوردن که این برادر من هست و در واقع یک نوع توریه را به کار گرفتن از باب این که برادر دینی من هست، خواستن طرف را گمراه بکنن. وقتی آمدن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن، حضرت فرمود که اشکال ندارد، المسلم و اخو المسلم. لذا این روایت با قطع نظر از این که سندش چجور هست، عرض کنم خدمت با سعادت شما فقه الحدیثش چه خواهد شد، یک نمونه زنده هست و یک مثال عینی هست برای توریه کردن. در هر صورت اصل بدون شک بر توریه هست، مقتضای احتیاط هم توریه هست. به عبارت دیگر به حسب اصطلاح علمی فقها، انسان باید دروغ را در جای استفاده بکند که هیچ راه مفر و مندوهی نباشد. یکی از مندوه ها و راه نجات استفاده از ابزار توریه هست. اما اگر در جای توریه هم امکان نباشد، نوبت میرسد و انسان میتواند در اون موارد چهارگانه دروغ را استفاده بکند. در هر صورت توریه ضد دروغ هست و این که مخاطب ما مقصود اصلی کلام را نفهمیده است ربطی به معنای کلام ندارد. آخرین محوری که به صورت بسیار مختصر با شما بینندگان عزیز مطرح میکنم، راهکارهای عملی برای علاج دروغ هست. برای اینکه بحث کامل بشود، هرچند طولانی شد، قطعا بیان کردن و توجه کردن به عواقب و آثار دردناک و آثار بد مادی و معنوی دروغ خودش برای انسان
یک مهار کننده خوبی است و باعث می شود که انسان به خاطر منافع فرضی و خیالی و آنی دروغ دست از دروغ بردارد. نکته دیگر، باید انگیزه های دروغ را از بین برد. بالاخره گاهی انسان به خاطر طمع یا ترس یا جلب منافع و امثال اینها دروغ بگوید که اونها را در جای خودش باید مهار کرد. و سومین راه برای کنترل دروغ، ایجاد محیط تربیتی مناسب و معاشرتی مناسب هست. جامعه ای که مردمش اکثر اهل دروغ باشند، برای انسان حفظ خود را کار بسیار دشوار است. و نکته دیگر این که انسان در زندگی شخصی خود باید در میان دوستان و رفقا و کسانی که با آنها رفت آمد دارند با افراد دروغگو رفت آمد نکنند، که این هم خودش بالاخره یک از راه‌هایی است که انسان را تا حدود کنترل می‌کند. و حتی انسان می‌تواند به حسب مورد گاهی تنبیه شرعی و تعذیر شرعی برای خودش در نظر بگیرد. اگر یک مورد مثلا دروغ گفت، بر خودش الزام بکند که مقدار صدقه بدهد، یک جز قرآن کریم تلاوت بکند، یک روز روزه بگیرد. از این راه ها میتوان نفس را تنبیه کرد و کنترل کرد. و البته یکی از راه های اساسی که در اخلاق اسلامی هم مطرح شده است این هست که انسان همیشه باید عملی به ضد چیزی بکند. مثلا اگر انسان اهل تکبر هست، تواضع را اختیار بکند. انسان اگر اهل ریا هست، اخلاص را مثلا در زندگی خودش پیاده بکند. و در واقع انسان کوشش بکند که فضایل اخلاقی را به جای رذایل اخلاقی در زندگی خود پیاده بکند و پادزهر باشد در مقابل زهر. لذا انسان اگر کوشش بکند همیشه راست بگوید، کم کم حالت دروغ از او دور خواهد شد. اینها مجموعه راهکارهایی هست که علمای اخلاق مطرح کرده اند. و البته این بحث ابعاد بسیار بیشتر از این دارد. به همین مقدار با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما را به کتابهای مفصل ارجاع میدهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله يا الله، الله سبحان الله.